سلام، چطوری؟ ممنون، تو چطوری؟ خوبم. امروز دیدمت ولی غیبت زد انگار. نه بابا، شاید یکی شبیه من بوده. نه نه، مطمئنم خودت بودی. میگم چیزه، دوستام اونجا نشستن، برم بهشون یه سری بزنم. باشه، راحت باش، من اونجا. باشه. چه خبر آیشه گل خانم؟ سلامتی، از تو چه خبر ذوالفقار؟ هیچی. چطوری آقا ذوالفقار؟ چاکریم داداش. چی شد داداش؟ باش حرف زدی؟ حرف زدیم، دعوتم کرد برم پیشش. خب پس چرا نرفتی بشینی؟ ساکت بابا، گیر ندین دیگه. نمیدونم. ای بابا. بله بفرمایی. باشه الان میام. چی شد اومده؟ آره پس بری. خداحافظ، میبینم خال عاشقو. بازم تبریک میگم. اینجا چه خبره؟ چیز مهمی نیست بابا، بازم یه سوء تفاهم کوچیکه. همه چی تموم شد، حالا افتادیم به جون هم دیگه؟ خبر ساکن. چی رو چه خبره؟ حاملم دیگه، حاملم. منظورت چیه؟ مگه دروغ نبود؟ چرا دروغ بود؟ چه میدونم، حتما تلاشمون نتیجه داد دیگه. ساکن داری راست میگی؟ واقعا حامله ای؟ آره. راستش منم تعجب کردم، دیدی اون سمای فضولیه و قیافش اینجوری شد؟ ولی خیلی خوب حالشو گرفتم. خدایا خیلی دوستت دارم. بابا سما و این حرفا رو ولش کن، من دارم پدر میشم. بابا اگه امری نداری با عزت برم. دارم. سما رو تنها نذار، ازش چشم بر ندار، هنوزم دنبالشه. بابا من دیگه طاقت ندارم، این یارو فرهادو به حرف آورده، پرسیدم از کی دستور گرفته، اسم تو رو داد، جون من بگو که دروغه. درسته. آخه واسه چی بابا؟ یعنی حتما یه چیزی میدونستی. چرا دلیلشو نپرس سفر؟ 30 سال پیش بود، باید اینجوری میشد، با بقیهش هم کاری نباشه. ای والا بابا. سما کجا؟ هیچ جا، میخوام برم خونه. میگم حالا که دلت گرفته بیا بریم یکی دو پک یه چیزی بزنیم، حالا هواتم عوض میشه. ببخشید،
بفرمایی. 24 ساعت دیگه هم کشیک بدیم. خدا رو چلیدی شاید اومد. باشه. حتما به هم خبر بده. خداحافظ. خیر باشه. چیز مهمی نیست. قضیه فرهاده نه؟ حسابی رفتی تو نخش. چی میگی؟ یعنی چی رفتی تو نخش؟ اون مرتیکه عوضی درست جلوی چشمان پدر منو کشت. همش 7 سالم بود. همه عربا عاشق این دخترن. سینان را؟ آره رفت. باورتون نمیشه. همه عربا شب و روز با این دختر میخوابن و بیدار میشن. ها؟ یعنی چجوری؟ منظورت از خوابیدن چیه؟ نه 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 خوابیدن و بیدار شدن معمولی. اون خوابیدنی که فکر کردین نه. یعنی خیلی زیاد دوستش دارن. بذار ازت یه سوال بپرسم. برای چی وقت تلف میکنی یا پا نمیشی بری سر میز دختره؟ برای چی اینجا نشستی؟ آره پاشو برو، حالا که هم دیگر میشناسیم برو. آره بابا برو پیشش. آره یعنی میگیم برم؟ آره دیگه میگیم برو. آره بابا حتما برو. زلفقار برو. پاشو دیگه. پاشو برو، ما هم یکم تنها بمونیم، دو کلمه حرف بزنیم دیگه. برو دیگه. با خیال راحت برو داداش، ما هم از اینجا هوا تو داریم دیگه. پاشو. اون روز صبح بیدار شدیم، صبحونه خوردیم، بعد بابام آماده شد بره سر کار، بعدش بغلم کرد. سوار ماشین شد، منم براش دست تکون دادم، اومدم خونه. بعدش صدای شلیک و شرمنده ناراحتت کردم. چه فرقی میکنه؟ هر شب تا اون صحنه جلوی چشمام نیاد خوابم نمیبره سفر. حق داری، سخت. سفر تو رو خدا کمکم کن، هر طور شده پیداش کنم. به امید خدا پیداش میکنی. نمیکنم. ولی اشکاتو پاک کن خب؟ طاقت دیدن اشکاتو ندارم. من یک کاری کنم، زنگ بزنم به برامچ، بریم کبابی خودمون، یه چیزی میخوریم، حالمون جا میاد. چطوره؟ ها؟ شما کجا این تاشکافا؟ داداش یه رستوران چینی به اسم چاینا فود زده به سرتون، اونجا دیگه چی کار داری؟ بازولی اومدیم، چیزه، آیشه گل و پایراز هم اینجا. آیشه گل و پایراز؟ بگو بحری خانم بیاد. حتی سر را امینه خانیم و سرنگ جعفرم بردارم بیاره. خیلی خب، باشه باشه، بیاین منتظری. فعلا آیشه گلم هست. آها، آیشه گل و پایراز و بچه ها با هم توی رستوران چینی هم. پس ما هم با هم بریم، تو هم از غذای خوب خوشت میاد. تو تاریخ هم که نگاه کنی با این چینی ها خصومت داشتیم، واسه همینم با هاشون آبمون توی جوب نمیره. زود باش سفر، بیا بریم. فقط یه چیزی، من رانندگی میکنم. باشه تو رانندگی کن. سوی جاده بیاد روشه. از بازیگری؟ بله. تا حالا سریال ما رو دیدی؟ نه، یعنی من بیشتر از تئاتر و فیلم مستند خوشم میاد. چه خوب،
راستی کارت چیه؟ سوال خوبیه. خب من دقیقه یک بازیه، گل اول، دختره اسلحه زلفه ها رو میبینه و این عشق همینجا به آخر میبینه. خراب شد پسر، خیلی بد شد. استاد یه کاری بکن. دیگه چی؟ چی کار کنه مثلا؟ عایشه گل تفلک بد جور گیر کرده، باید کمکش کنم. بی تو چه پویراز؟ تو کجای پیازی؟ خب بگی که برای مافیا کار میکنی. واقعا کی؟ پویراز بگیر بشین سری جات. نرو. فلم کن. یه لحظه فلم کن. چرا اصلاحی همراته؟ خب بعضی وقتا لازم میشه. نکنه پلیسی؟ اونجوری که نه، اینطور بگم. جناب سروان واقعا ببخشید مزاحم میشم. جناب سروان همین الان بچه‌ها بیسیم زدن که سوژه مورد نظر رو گرفتن، میبرنش آگاهی. گفتم اطلاع بدم. شبتون بخیر خانم. شبتون بخیر. کیو چیکار کردن؟ از سوژه مورد نظر میگم دیگه جناب سروان. بیسیم زدن، گفتن که میخواستن بهتون خبر بدن. ماشین با شماره پلاک 5590 بیارین دادا. 5590 به مرکز دریافت شد. چی میگی؟ تو دیگه کی هستی؟ پس پلیسی؟ از کدوم بخش؟ دایره جنایی. با اجازهتون جناب سروان، تعریف ازشون نباشه جناب سروان، ذوالفقار تو دایره جنایی کل کشور لنگه ندارن، یعنی بهتر از ایشون سراغ ندارن. لطف داری شما، به هر حال انجام وظیفه میکنه. همینطوره جناب سروان. خانو ما اون میزی که میبینی نشستیم، افتخار بدین تشریف بیارین، خیلی خوشحال میشین. البته میام. بله بله بفرمایید. اینجا رو ببین نوت چی کار کرده. ایوا این دیگه چیه؟ چه میدونم، همش میرد خوشگذرونی، میبینی حسابی هم گرم گرفتن. اونش کنار، بانو ببینه از دست ما عصبانی میشه، بگیم سینان همین الان برش داره. نه خیر خانم، لازم نکرده، بذار خانم ببینه. هیچی رو ببینه با بزرگ. عزیزم چرا این عکسو گذاشتی تو فیسبوک؟ اگه مادرت ببینه چی میشه؟ راست میگی، به اینجاش فکر نکرده بودم. پسرم تو یه مادر داری. کو کجاست؟ پس چرا نمیبینمش؟ بالاخره که میاد عزیزم. پس بیاد دیگه. عایشه گل خانم دکترن، متخصص قلب و عروق. خوشبختم، منم همینطور. با ایشونم که اون شب آشنا شدی. ایشونم از دایره جنایی هستن، ما بهش میگیم تاشکافا، یعنی کله خر. کمیسر پویرازم که از ستاد فرماندهی هستن. خانم خیلی خوشبختم. همچنین. اونجا سلام، عصر همگی بخیر. سلام، بفرمایید سما خانم. خیلی ممنون. خوبی عزیزم؟ سما خانم وکیل هستن، رو پرونده های تجاری کار میکنن. با ایشونم که اون شب آشنا شدین، سفرخان تو شهرداری رئیس انجمن هستن. ببخشید. چی میگی؟ هیچی، فقط صداشو در نیار. چه خوب با هم یه دوستت آشنا شدم. کیدم خانم بازیگر هستن، سریال، فیلم، سینمایی، تبلیغات. چه خوب، واقعا خوشبختم. منم خوشبختم. ذوالفقار بعد جور تو هچل افتاده، مجبور شدیم بگیم سروانه دایره جنایی، خلاص صداشو در نیار. جناب سروان، شما غذای چینی هم دوست داشتین و ما نمیدونستیم. بله، هر از گاهی اگه وقت کنم میام. افتاد سفر، من خیلی گشتمه، بگیم یه چیزی بیارن. هی بفرمین قربان. اول ببین خانم چی میخوره. بگیر عزیزم. خب امروز مدرسه چطور بود؟ مثل همیشه دیگه، من میرم تو اتاقم. شب بخیر عزیزم.
بفرما. داره زنگ میزنه. سلام دخترم. خوبم دخترم، تو چطوری؟ مثل همیشه. سینان چی کار میکنه؟ چیز یکم پیش رفت خوابید. بگو. دختره؟ تحویل بگیر خانم. میپرسه دختره که تو عکس کیه؟ چیز لابد یکی از همکاراشه دیگه عزیزم. چه میدونم؟ یعنی صمیمی هن؟ نه بابا، صمیمی کجا بود؟ نه دخترم، جای نگرانی نیست. نه ای بابا، میگم همچین چیزی نیست دخترم. خب واقعا که بانو، یه بار من و همین سروان ذوالفقار خودمون توی یه عملیات خطرناک کلی مجرمو گیر انداختیم. ببخشین، گفتین ذوالفقار تو دایره جنایی، شما هم تو ستاد فرماندهی؟ اینی که میگین عملیات مشترک بود؟ نه نه خانم، من اون موقع تو دایره جنایی بودم، از اونجا میشناسمش، بعدا منتقل شدم به ستاد. خلاصه گیر داده بودیم به طرف، طرفم یهویی همه رو بس به رگبار مسلسل. یعنی جوری گیر دادین رو حسابش را رفتین که حد و حساب نداشت؟ تو هم که اصلا ول کن. آره خب، من اصلا خوراکم اینه که گیر بدم، بعد ببینی. ها غذا هم اومد. لابد شما به واسطه کارتون به موضوع جنایی اشراف دارین. نه، پدر منم رئیس پلیس بازنشسته است. برای همین یه چیزایی میدونم. خیلی جالب، خیلی خوبه. میشه لطفا چنگالم بیاری؟ بله حتما. داداش تو میتونی با اون چوبا راحت غذا بخوری؟ نگران نباش، کاریت هم نباشه. بعدش اینطوری؟ خب دیگه بسم الله. برو بده. سفر، تو خیلی خوب بلدی. آخه من که با اینم غذا میخورم. کی گفته نمیتونم بخورم؟ دیر وقته، من دیگه برم. از آشناییتون خوشحال شدم، به امید دیدار. منم همینطور، شب خوش. منم مجددا خوشبخت شدم. شب همگی بخیر. جناب سروان، شبتون بخیر. شب بخیر جناب کمیسر. بایرازجو، نشد بابت قضیه دیروز ازت تشکر کنم؟ ممنون. خواهش میکنم. دست درد نکنه داداش. کمیسر، بیسیم یادتون رفت. آره، باید دم در پسش بدم. تو باز چیکار کردی؟ اینا چی میگه؟ نمیدونم، من کاری نکردم که. خودتو تو دردسر انداختی نه؟ من نه، اونا خودشونو تو دردسر انداختن، من فقط کمکشون کردم. من هرچی بگم فایده نداره. خواهشتم من نام کنم، به پاتم بیفتم، تو باز گوش نمیدی و کار خودتو میکنی. آیشه گل جون من، سر این بحثو باز نکن. نمیشه که عزیز من، اصلا مگه ما بحث دیگه ایم داری؟ در ضمن بهت تبریک میگم، همینجا جلوی چشمم 15,000 تا دروغ پشت سر هم ردیف کردی. آفرین. نیت من خیره، میخوام عاشقا به هم برسن، مگه چی میشه؟ خیال پای راست، من دیگه نمیتونم با تو جر بس کنم. بگیر، شبت بخیر. فردا صبحونه رو با هم بخوریم. فردا صبح کار دارم. چی کار؟ میرم سر خاک مادرم، سالگردش. باز همه چی از چشم من میبینه، هر کاری کنم مقصرم. آخه اینم شد تقدیر من دارم. ایمانی کی بود؟ اون تو بیا.
بگو ببینم. خیلی دردت گرفت. چی؟ وقتی از بهشت افتادی رو زمین خیلی دردت گرفت؟ وای کابوس بود. آه خیلی ترسیدم. آه خدا رو شکر که کابوس بود. اون دیگه چی بود؟ مگه داریم؟ مگه همچین مردی هم وجود داره؟ وای خیلی بد بود. چاییم اومد. دستتون درد نکنه. نوشه جونتون. دستت درد نکنه. نوشه جون سرم. اما بویراز چرا نگفتی کشورمون یک کشور عقب افتاده است؟ ای بابا نگاه کن چه تکلیفی دادن. دلایل اصلی عقب ماندگی کشورمون را بنویس. دلایل اصلیش جزء کشورهای کمتر توسعه یافته یعنی چی آخه؟ نه عزیزم کی این عروجیفو سر هم میکنه؟ همچین چیزی نیست. خب آره شاید کشورمون وقتی کوچیک بود بعضی از ویتامینا رو بهش ندادن که بخوره. شاید به اندازه کشورهای غربی کلسیم و ویتامین سی و پروتئین و این چیزا بهش نرسیده باشه، ولی در نهایت اون زمانا قحطی بود ایسا. قحطی. آره بله نون جیره بندی شده بود. قند و شکر رو فقط با پاسپورت میدادن. ملت ما هیچ وقت عقب نمیمونه پسرم، همیشه رو به جلو. فقط رو به جلو. زنده باد سرهنگ. ببین ایسا جون، در اصل اگه دقت کنی کشور ما به سرعت در حال پیشرفته. وقتی این کشورهای غربی برمیگردن پشت سرشون رو نگاه میکنن، ما رو میبینن و فکر میکنن که ما عقب موندیم، ولی اصلا اینطور نیست. راهی که اونا دارن میرن و ما رفتیم و برگشتیم، اونا از هیچی خبر ندارن عزیزم. جدی میگی؟ شک نکن. این اراجیف و مزخرفاتم اصلا باور نکن. ما خوب میدونیم که کشورهای غربی اول تو چه وضعی بودن. مثلا همین فرانسه، اون موقع که در به در دنبال دموکراسی بود، ما خوب میدونستیم که تو زندوناشون تو جزیره داشتن چه غلطهایی میکردن. همه اینا دنیا رو استثمار کردن، حالا دارن برامون هارتیس بازی در میارن. احسنت جناب سرهنگ، زنده باد. حالا همینطوری قشنگ به عیسی بگو که کشور کمتر توسعه یافته اصلا یعنی چی و روشنش کن. منم با اجازتون برم. مراقب خودتون باشین. کاش یه چیزی میخوردی. ممنون همه چی خوردم. وای رفت. ای بابا. خب دیگه چیکار کنیم؟ بنویس پسرم زود باش. بابای دخترم که رئیس پلیس عذاب در اومد. بازنشسته است پسر، میفهمی؟ چیزی نمیشه. ببین منو. حالا شمارهشو گرفتی؟ آره گرفتم. باهاش حرف زدم. گفت چیزه. امروز کارش زودتر تموم میشه. منم گفتم پس اون وقت بیا با هم بریم به چایی قهوه یه چیزی بخوریم. اونم قبول کرد. داداش یه سوال بپرسم ولی راستشو بگی. بپرس. این دختر مناسب من نیست نه؟ چرا نباشه پسر؟ اصلا مگه بهتر از تو هم گیرش میاد؟ خداش هم هم، ولی باز دور دروغ مروغ و خط بکشی داداش. راست میگی. صبح بخیر. صبح بخیر. بابا هنوز نیومده؟ صبح زنگ زد گفت همتون بیاین اینجا، حتی به پویراز هم گفته بیاد. بله چیه؟ برای چی هی زنگ میزنی؟ گفتم دارم جورش میکنم دیگه. عجب جونه وری عذاب در اومدی تو. اون بدهید که 15,000 تا بود الان شده 30,000 تا. کی شده 30,000 تا؟ من 15,000 تا نمیتونم بیشتر جور کنم. 30,000 تا رو از کجا بیارم؟ دیگه شورشو در آوردی یا؟ پولو جور کن بیار خونم، وگرنه فردا همه چیو به شوهرت میگم.
صدرالدین. سلام علیکم. خوش اومدی پویراس. خلاصش میکنم، این مردی که سفر ظاهراً دستبردار نیست، دیگه کاسه صبرم لبریز شده. چند بار بهش هشدار دادم ولی گوش نکرد. حوالش میکنم اون دنیا. آره، این کار امشب تموم کنین. با کمال میل بابا. اتمام حجت میکنیم، برای همین میخوام سوراخ سوراخش کنین، یه جای مناسب انتخاب کنین که کار خراب نشه. همین امشب. الان یه سوال ازت میپرسم، اگه مثل بچه آدم جوابمو ندی ککم هم نمیگزه که حامله ای، میندازمت بیرون. بین تو اون مرتکه چی هست؟ اون قضیه کیست؟ دروغ بود؟ دروغ بود. چرا ازت پول میخواد؟ صدرالدین، من نتونستم بهت بگم. چی رو نتونستی بگی؟ ترسیدم، برای همینم نتونستم چیزی بهت بگم. سوگل اعصابمو خورد نکن. چی رو نتونستی بگی؟ میخواد ازم باج بگیره. باج واسه چی؟ اون روز که رفته بودم مطبش بیهوشم کرده بود و ازم عکس گرفته بود. سوگل چی داری میگی؟ نتونستم بهت بگم، حالا هم پول میخواد. خب ترسیدم چی کار کنم؟ ترسیدم یه بلایی سرش بیاری. اون روز که تو کافی شاپ بودیم هم برای همین موضوع بود. گفتم میگیریش میکشیش، بعدش هم تو درد سر میفتی. ساده دیم، واقعا ازت نظرم میخوام. این دفعه راستش رو میگم، تو رو خدا کمکم کن. تو رو خدا. خیلی خب، الان بهش زنگ بزن. بگو پولو همین امروز براش میده. کاری که نمی کنی. کاریو که گفتم بکن. زنگ بزن بگو دارم پولو میارم. باش. فهمیدین دیگه، امشب تمومش کنیم. چش بابا. حالا دو دقیقه منو با پویراس تنها بذارین. فرهاد، آزاد شدی؟ آره، آزاد شدم. مامان، کی اومده؟ پسرم، بابات از زندان آزاد شده. تو با چه روی اومدی اینجا؟ صبر کن پسرم. بفرما، بیا تو. الو، بگو چی؟ کجا؟ ازش چشم بر ندار، هر جایی هم رفت تعقیبش کن. باشه.
خیر باشه، چیزی شده؟ از آشناها بود، چیز مهمی نیست. بابا سراغمو گرفت، بگین یه کار کوتی پیش اومد رفت. مشکلی هست؟ ما هم بیایم. نمیخواد، خودم جفت و جورش میکنم. به سلامت. عجب. چی شد؟ با عایشه گل صحبت کردی؟ نه بابا، نتونستم حرف بزنم. چرا؟ یکم دلش گرفته بود. برای چی؟ میدونین که امروز سالگرد مادرش. میدونم. میخواست بره سر خاکش. منم گفتم اذیتش نکنم. کار خوبی کردی. شما چی؟ شما نمیخواین بری؟ از وقتی از دستش دادم هیچ وقت نرفتم. دلم تاب نمیاره. نمیتونم تحمل کنم که هم پسرم و هم اونو سپردم به خاک. همش با خودم میگم کاش من به جاشون میمردم و اونجا میخوابیدم. خیلی دوستشون داشتی. به نظر من شما هم بریم. عایشه گلو تنها نذاریم. شوخیت گرفته؟ اگه به عایشه گل باشه که اونا رو در میاره، من جاشون خاک میکنه. نه بابا، اینجوری هم نیست. درسته که عایشه گل از دست شما خیلی عصبانیه، ولی من مطمئنم عایشه گل هنوزم خیلی دوستتون داره. فقط باید یه قدمی برداری. فکر میکنی این کار رو نکردم؟ تو حد و اندازه من نیست، میدونم، ولی اگه از من بپرسین، اگه یه قدم دیگه برداریم، احساس میکنم نتیجهشم میبینیم. البته هر جور که خودتون سلام میدون. عایشه گل، تو لطفاً به عذر میرسی؟ الان باید داروهاشو بدیم. فقط هنوز تو مراحل اولیه است. یعنی چی؟ یعنی هنوز معالجش ادامه داره، برای همینم ممکنه پرخاشگری کنه. مواظب باش. البته من همین دورو برام، نگران نباش. اون اتاقه. موفق باشی. ممنون. صبح بخیر. گم شو، برو از اینجا. داروات آوردم. دارو نمیخوام. ببین، من میخوام کمکت کنم. من کمک نمیخوام، فقط میخوام از این گورستون برم. اگه میخوای از اینجا بری، باید داروهاتو بخوری. چرا اصرار میکنی؟ تو چرا لجبازی میکنی؟ چون از اینجا متنفرم. ببین،
ما هم از اینکه تو رو اینجا میبینیم خوشحال نیستیم. تو چند سالته؟ 16، 17 چند؟ میشه گفت 18. خب خدا میدونه پدر مادرت چقدر ناراحت. چی؟ شوخی میکنی ها؟ من که فکر میکنم این خیالشونم نیست. یه هفته از اینجا بابام که خارجه فقط یه بار زنگ زده، مامانم هم که یه بار اومده دیدنم که اونم به زور شد یه رو. اگه بخوای حرف بزنی من اینجا. نمیخوام. اگه بخوای هستم. کافیه صدام کن. خوبی عزیزم؟ این برای توه. خیلی قشنگن. ممنون. اومدیم اینجا تبریک بگیم. خیلی ممنون. میخواییم شما رو به رستوران دعوت کنیم. یه کار خیلی مهم دارم که باید تا ظهر انجامش بدم. بیا بریم دیگه خاله. سیدا جون، باید برم سر خاک مادرم ببینمش عزیزم. فهمیدم. میشه شب بریم؟ سیدا جون اصرار نکن، خاله عایشه گل وقت ندارن. خیلی خوب بابا. خیلی خوب باشه، شب یه چیزی با هم میخوریم. پس من میام دنبالتون، بعد همگی با هم میریم. قبوله؟ باشه. یه دونه خاله عایشه گل. خب حالا چطوری؟ خوبم، تو چطوری؟ سولش اینجاست، خونش هم اینجا، احتمالا از این مسیر رفت آمد میکنه. پس تو این نقطه کارشو تموم میکنه. اونجا نمیشه، دوربین داره. خب اینجا چطوره؟ ظاهرن که مناسبه، ولی بابا گفت برین از قبل نگاه کنیم، مطمئن بشیم مدرسه چیزی اون اطراف نباشه تا جون آدمای بیگناه به خطر بیفته. نمیفته جونم، حواسمون هست. ضمناً یادتون باشه گوشیاتونو همراهتون نبرین، بذارینشون تو ماشین، یه جای دور پارکش کنین تا از طریق سیگنال موقعیتتون رو نفهمن. باشه. ماشاءالله خانم وکیل فکر همه جاشو کرده. کار ما همینه. خیلی وقت نیومدم، معذرت میخوام. خب چی کار کنم؟ از اینجا خوشم نمیاد، از این سکوت و سایه درخت و این سنگ مرمر خوشم نمیاد دیگه. اینا همش بهونه است مامان، تو هم میدونی. من از بی تو موندن خوشم نمیاد. مامان جونم، تو چطور تونستی یه دونه دخترتو تنها بذاری و بری؟ هنوزم همه چی مثل سابقه. بابا همون آدمه، داداشم عوض نشد، منم همونم. دنیام هنوز جای غیر قابل تحملیه، زندگی هنوزم خیلی بده. بریم رو گفت بریم پویراس. مطمئنی؟ آره بریم. بازم میام، زود زود میام، قول میدم. فکر نکنیم فراموشتون کردم. باشه. جونم خیلی دوست دارم.
آب بریزم خانوم؟ آره بیا بریز. کسی که تعقیبت نکرد؟ نه. خوبه. حالا چه وقت پر شدن معماری بود؟ راستش به نظرم فرصت خوبی بود باهاش حرف بزنی. از کجا میدونی؟ هرچی باشه عایشه گل رو یکم میشناسم. فکر میکنی نمیخوام باش حرف بزنم؟ منم میخوام بشینیم دو کلام مثل آدم حرف بزنیم. ولی عایشه گل با بقیه فرق داره پایراز. خیلی فرق داره. خب بیاین بریم خونش. اونجا باهاش حرف بزنیم. نه بابا ولش کن. اونجا بریم چی کار؟ اصلا تا حالا رفتین؟ تو نرفتم. خب بیاین بریم دیگه، مگه چی میشه؟ نمیخواد که بیرونتون کنه، هرچی باشه شما پدرشین. ببینم تو هدفت چیه؟ خب وقتی شما رو اینجوری میبینم ناراحت میشم. دلتون میخواد باهاش حرف بزنی. میدونم که عایشه گلم میخواد باهاتون حرف بزنه. پس میریم خونش بابا. به خدا اعتراضم قبول نیست. خیلی خوب بریم. بریم ببینیم چی میشه. فوقش داد و بیداد میکنه، از خونش بیرونم میکنه. همین که دخترمو ببینم کافیه. به داد و بیداد کردنش هم راضیم. خیلی کار بدی کردین که منو تولد سینان دعوت نکردین. واقعا کیفه. اون که علکی بود پسر. یعنی چی؟ حالا ولش کن بابا، گیر نده بهش. سینان تره میاد. افر چی شده؟ پسر یک کلکی رو گرفتم که نگو بابام یادم داده. بعد اینکه این کلک رو سوار کنم پلین تا آخر عمرش میفته دنبالم و ولم نمی کنه. نه بابا چی هست حالا؟ بشین و تماشا کن. ببینم چی کام کنی. تو جشن مجلس ملی چه شعری میخوای بخونی؟ خانم معلم اسمتو نوشته، بگو تا یه شعر هر دمون نخونیم. چی شد؟ این دیوونه چی کار میکنه؟ به خدا این دفعه دیگه حتی منم نفهمیدم. دیوونه است؟ اوف بابا تو اما این کلکای مسخره با سر کاریت. صدف خانم، روز اولی کارو زودتر تعطیل کردم. راستش یکم کسالت داشتم. باش، خیلی ممنون. اینجا چی کار داری؟ میتونم بیام تو؟ نه خیر نمیتونی. عمدن این کارو میکنی نه؟ مخصوصا امروز اومدی اینجا. زود باشین دیگه، تمومش کنین، هم دیگه رو بغل کنین و ماچ کنین دیگه، هم شما خلاص بشین هم من بدبخت. میخوام باهات حرف بزنم.
نمیای بابا. ممنونم بابا، ممنونم. هورا، باریکلا، دمتون گرم. آخیش صحنه از این قشنگترم داری؟ بهت خبر میدم. الان که گریم بگیرم. پدر دختر دمتون گرم به خدا، منتظر همین روز بودین، زودتر آشتی میکردین دیگه. البته معلومه دیگه، منتظر من خاک بر سر بودین. جانم دل بنده بابا، اون کلکی که یادم دادی بازم به درد نخورد. من دویدم اما کسی دنبالم نکرد. حتما بازم یه کار اشتباه متوجه شدی عزیز دلم. نه، دقیقا همون کاری کردم که گفتی. حالا ولش کن، جهن خاله آیشه گل همون بحری چی شد؟ آشتیشون دادی؟ هم دیگر رو بغل کردن و دارن گریه میکنن. باید بود یا میدیدی؟ خدا بود. خوبه، باشه، من دیگه باید قطع کنم. باشه، فعلا خدافظ عزیزم. کاش یکم زاویه دیدم بهتر بود. شرمندتم پویروز کاریل جو. از قدیم چی گفتن؟ دست بالای دست بسیار است، ها؟ ابله، به خیال خودش خواسته منو با بابا ماشتی بده، فکر کرده گول میخورم. بیا سوار شو بابا جون، تا حالا تو عمرت انقدر خوشحال نشده بودی. خب چی شد؟ بعد این همه سال برای اولین بار بغلم کرد.
دیدین ترستون بیمارد بود بابا. آره درسته، ازم یه خواهشی کرد، منم قبول کردم. چیزه میتونم بپرسم چه خواهشی ازتون کرد؟ نمیخواد با ما ارتباطی داشته باشی، ازم خواست دیگه برام کار نکنی. مطمئنم که قبول نکردی. اگه آیشه گل قراره با تو خوشبخت بشه بذار بشه، تو هم خوشبخت شو، هر دوتون با هم. از فردا دیگه نمیخواد بیای. آخه یعنی چی؟ نمیشه که بابا. چرا پای راست، میشه. میخوام آیشه گل خوشبخت باشه. میتونی ردشو گم کنی مفید؟ تو که میدونی این موضوع چقدر برام مهمه. شرمندم، یه نفر اومد برش داشت رفت، همه چی یهویی شد. یه نفر کی بود؟ نمیدونم ولی عکسشو گرفتم. بده ببینم. اون مرتیکه رو میشناسی؟ آره، آدرس رو برام اسمس کرد. خیلی خوب. صدرالدین ببین، قول دادی یا بلایی سرش نمیاری که. میخوای بیای یا نه؟ معلومه که میام، این چه سوالیه؟ پس را بیار. الو. سلام. سلام. چی کار میکنی؟ چی والا، تو اداره نشستم. کارم تقریبا تموم شد. حتما میام، یکم کار دارم، تمومش کنم زود میام. باشه، هماهنگ میشی. ببینمت. پسر کارت زشت نیست؟ آخه مردم اگه اینقدر خالی میبنده اون همه پشت سر پویراز حرف زدی بعد شدی لنگه اون؟ میخوام واقعیتو بهش بگم. لطف میکنی. به خدا دیگه زورم میاد، ولی اول باید خوب برنامه ریزی کنم. مطمئن باش درستش میکنم داداش، درستش میکنم. یادت نره گوشتو بذاری تو ماشین. باشه، بذار پوراز زنگ بزنه بعدا. ببین ممتاز، امشب میخوان کارشو تموم کنم. کار کیه؟ بحری قرار ظفر رو بکشه. چی کار کنی؟ تو نمیخواد کاری بکنی. مکانشو به ام بگی کافی. یه جایی تو جاده شیله، تو یه گروه بفرست این دوروبر بپلکن. فقط نمیخوام کاری کنن، همین که ردش کنن کافیه، نیازی به دخالت اونا نیست. باشه ردیفش میکنم فعلا. خداحافظ. کار خدا رو ببین، کوره از خدا یه چشم میخواد، خدا دوتا میده. هایراز میخوان این یارو رو بکشن؟ آره میخوان بکشنش، ولی امیدوارم این دفعه دودش تو چشم ما نره. حوصله درد سر دیگه ندارم داداش. یعنی فکر کنم نکشنش بهتر باشه. این بحریو ببین پسر، خون جلو چشمشو گرفته. خب دیگه زود باش برو، باز به حرفاشون گوش بده. نمیخواد عجله کنیم بابا، امشب همینطوریش دیر اومد.
باشه برو دیگه. فعلا. بگو پایراز سفر رو افتاد داره میاد طرف شما. باش از این به بعدش با ما فعلا بره. باش چه خبر خوبی؟ خوبم تو چی داری؟ خوبم اگه وقت داری بیام پیشت. نه الان وقت ندارم، یعنی خونه نیستم، با صدا و پدرش دارم شام میرم بیرون، ولی کارم که تموم شد بهت زنگ زدم. باشه خب پس من میرم خونه، تو هم بیا اونجا. خوبه؟ پس فعلا. فعلا میبینمت. خیلی خوب شد که با همون اومدی خاله عشقال. از این به بعد از این کار زیاد میکنیم. اگه وقت بشه چرا که نه؟ خب؟ کدوم رستوران میری؟ هر جا شما بگی. من حواس اسپاگتی کردم. اسپاگتی؟ به نظر من خیلی خوبه. منم اسپاگتی دوست دارم. زود باش زنگ بزن. اگه بفهمه چی؟ از کجا میخواد بفهمه؟ زود باش دیگه. پول آوردی؟ آره آوردم. همش اینجا. خوش اومدی سفر. ممنون. خیر باشه، حالا دیگه اینجا ازم استقبال میکنی؟ آره، چرا که نه؟ بابا تو اتاقشه؟ آره تو اتاقشه، ولی قبلش میخوام باهات حرف بزنم. راجب چی؟ راجب صداقت. ما به وقتش امتحانمونو پس دادیم خانم وکیل، میتونی هرچی میخوای بپرسی. واقعا؟ پس خوبه. حتما صادقانه توضیح میدی اینا چیه؟ زود بیا تو، عجله دارم. عجله دیگه برای چی مرتی که؟ اگه نمیبینی خانوادگی اومدیم دیدنت، تازه قراره برامون چای و قهوه بیاری. چی میدیم آقا؟ بعد باجگیری از من چی؟ باجگیری کدومه آقا صدرتی؟ صحبتش خودشو میزنه به اون راه. منو نگاه کن. خفشو گوش کن. عکس کجاست؟ داد دستم بگو عکس کجاست؟ زنم لخت میکنی ازش عکس میگیری مرتی که عوضی، بعدش هم ازش میخوای باید باج بده. بلاشو ببینم، به جون خودم همینجا دخلتو میارم. کثافت نفرم. بلاشو. صدرالدین نمورده که نه؟ کی این عکس رو گرفته؟ موضوعی نیست. کسی رو که واسه پیدا کردنش ازت کمک خواستم کجا بردی؟ چرا من خبر ندارم؟ چیزی برای گفتن نداری سفر؟ بابا اون کتابی که گفتم رو برداشتی؟ یادم رفت. اما نگران نباش، به عمو نجدت زنگ میزنم میگم بفرسته همون جایی که میری. کدوم کتابه؟ هری پاتر. همه کتاباشو خوندم، فقط آخریش مونده، خیلی جالبه. خوب شد بهم گفتی، شاید منم خوندمش. بفرمایین ظفر خان. کتاب صدا جون؟ بله همینجاست. چشم، همین الان میفرستم.
زفرخان داره با دخترش میره رستوران، کتابش جا مونده اینجا، سری ببرش. بودو ای داد بیداد، مگه دخترش هم باهاشه؟ بگو داداش. هویراز برنامه رو کنسل کن پسرم. چرا؟ مگه چی شده؟ بابا دخترش هم باهاشه. چی داری میگی داداش؟ همین الان فهمیدم هویراز. خدای من. باشه، به هر حال قرار پلیس بیاد، مشکلی نیست. معلوم نمیشه هویراز، تو رو خدای کاری بکن. خیلی خوب، باشه درستش میکنم، قطع کن. اصلا تقصیر منه که میخوام با تناب تو بیافتم تو چاه. ذوالفقار تاشکافا، زود باشین دیگه، شما جواب بدین. حالا همشون مردن، یکیتون جواب بده دیگه. پس سفر کجا مون ها؟ چه میدونم، حتما سرش یه جا گرمه دیگه. یعنی پیش سماس؟ اون دوتا هم یه ریگی به کفششون هست، بالاخره میفهمم. حالا خوبه یا بد؟ ما کی تو زندگیمون اتفاق خوب داشتیم که این دومیش باشه. راست میگی داداش. عمو نجدت گفت الان میفرسته عزیزم. ممنون بابا جون. سفر، سفر چرا چیزی نمیگی؟ چرا فرار میکنی؟ با تو هم سفر. سما پای راست زنگ زد گفت ذوالفقار جواب نمیده. مگه چی شده؟ دختر زفرم تو ماشینه. چی؟ نمیتونن جواب بدن، بهشون گفتم گوشیاتونو با خودتون نبری. ایداد بیداد، تو دیر نشده یک کاری بکنین. صدرالدین تموم کرده، چی کار کنیم؟ معلومه، میبریم یه جا چالش میکنیم دیگه. برو ببین کامپیوترش کجاست، دنبال اون عکس مکسا بگرد. تا پیداشون کنی اینو تو پتوی چیزی میپیچن. در میزم. آقا وقتی ماشین اومد جلشون میگیریم، اون مردی که زفره مثل سگ پیادش میکنیم، بعدش قشنگ زل میزنیم تو چشاشو، هر دوتا خشابارو خاله میکنیم تو مخش. خب چی داری میگی داداش؟ برای چی دو ساعت پیادش کنیم و تو چشاش زل بزنیم؟ به رگبار میبندیم بره پی کارش دیگه. چند ساعت اینجا این بابا مردم از گرسنگی. خیلی خوب همین کارو میکنیم، اینجا هم فکر شکمشه. صدای چی بود؟ تیراندازی شد؟
شاید صدای ترکیدن لاستیکی ماشین بوده. آخ آخ زلی داداش خوبی؟ آخ بابا مگه تو دیوونه ای ها؟ ذوالفقار خوبی؟ چیزی که نشد. پسر داری چی کار میکنی؟ مگه زده به سرت؟ یه بچه تو ماشین بود. چی؟ تبکم چی کارت کنه؟ این چه کاری بود کردی؟ فایراز چی کار کردی؟ عشقم خونه ای؟ صدا در نیاد شاید بی خیالش بره. عشقم خونه ای؟ مثل اینکه رفت داره کلید میندازه. بیا چه بیا دختره یارو تو ماشین بود. مرگ من رست میگی. آره هر کاری کردم نتونستم بهتون خبر بدم، مجبور شدم شلیک کنم. تو خوبی؟ آره خیلی خوبم. معلومه که نیستم. چی خوردم ها؟ میخواستی قاتلی بچه بشی؟ زود باشین سوار ماشین بشین بریم زخمشو نشون بدیم. نفهمم آخه چرا این بلا همش سر من میاد. بکشین دیگه راحتم کنین دیگه، واسه چی نذارید تو مخم؟ فقط بیمارستان نمیشه، بریم بیمارستان با پلیس طرفیم. آشنا ماشنا نداری؟ چرا دارم. بریم بزن بریم. بپر بالا فرید. فرید عشقم فرید خوبی؟ خدا کنه یکی نمرده باشه. نه زنده است. تا چند ساعت دیگه به هوش میاد. بیا بریم دیگه، بیا بریم. چرت نگو، اینا رو همینطوری ول کنیم بریم. خیال نداری که دختر رم بکشی صدرالدین. بیا بریم دیگه. زود باش. باشه پویراز، بازم در تماسیم. چی شده؟ پویراز ذوالفقار زده. چی؟ نتونسته برسه، مجبور شده شلیک کنه. ولی نترسین، یه خراش سطحیه. خدا رو شکر به خیر گذشت. حالا کجان؟ دارن میرن زخم ذوالفقار رو پانسمان کنن. بدش من. چی کار میکنی؟ ببین دختر اومده خونه، شروع کردم به دعوا. دختر یارو رو هل داده، اونم دختره رو هل داده و حسابی درگیر شدن. بعد دختر اصلش رو برده. چی کار میکنی؟ شلی کرده و یارو رو کشته. دختره که به هوش بیاد به پلیس میگه کسی دیگه ای تو خونه بوده. صدرالدین تو مطمئنی؟ اون وقت پلیس دنبال یه قاتل دیگه میکرده، فهمیدی؟ تمومه؟ تموم شد؟ تموم شد. برو یه حوله دیگه بیار اثر انگشتای دورو برمونو تمیز کنیم. راستی قربان، تو راه دو نفر از آدمای بحری رو دیدم، مسلح بودن. چی داری میگی؟ فکر کنم هدفشون شما بودین، ولی ذوالفقار زخمی شد. مطمئنی؟ مطمئنم قربان، خودم دیدم. باشه، حواستو جمع کن. چشم. بله نجدت، کتابو فرستادم، الان هست که به دستتون برسه. ممنون. راستی راننده میگفت تو راه آدمای بحری مسلح دیده. بگیری کن ببین چیزی دستگیرت میشه. واقعا؟ باشه پیگیری میکنه. خیلی خوب میبینم بهت. شب خوش. نجدت خان سما، ما بیرونیم، رفته بودیم شام.
چی؟ پایراز دلفقا رو زده؟ باشه سما، ما هم دیگه داریم میاد. شب بخیر. شب بخیر. دختر هم ما رو دید. اگه گیر بیفتیم و بابات بفهمه به خود خفه‌مون میکنه. اگه به وقتش این آدم میگفتی اینطوری نمیشه. مقصر منم دیگه. عکسارم نتونستیم بگیریم. کدوم عکسا؟ آه اون عکسا ول کن بابا، مهم نیستن. تموم شد رفت به کارش. بریم دیگه، زود باش. اون آشنایی که میگفتی این بود؟ اینجا که دامپزشکیه. بابا همش یه بخیاس دیگه. با مطب دکتر که فرقی نمیکنه. خودت مریض میشی میای اینجا دیگه. آره. آره. میگم این گربه چشه؟ به نظر سالمه. افسرده شده. صاحبش تو رو سخونه تنهاش گذاشته، روانش به هم ریخته. آه قدرت خدا. حتی حیوانا هم دپرس میشن داداش. هی تلفن جواب بده. الو زن داداش. زن داداش؟ یعنی خاک تو اون سرت کنم احمق. ذوالفقار کجاست؟ یه تیراندازی کوچیک شد. بهش نگوش. تیر خورده؟ چی داری میگی احمق؟ گوشی رو بده من. یه لحظه گوشی. گوشی رو بده من. یه لحظه رو کن. خاک تو سرت. خاک تو سرت. بله چیدم. نه بابا، تیر خوردن کدومه؟ نه نه نه، فقط یه خط. تو کجایی؟ یه دوست دکتر داریم، دستش درد نکنه پیش اونم. ولی خوبم دیگه، دیگه داریم میایم. ببینم مطمئنی کجایی؟ آدرسو بگو. باشه، الان آدرسو برات میفرستم. باشه، من دارم میام. ببینم تو عقل نری؟ ولی چی به دختره میگی زن داداش؟ پس چی بگم؟ مگه زن داداش نیست؟ آقا دختره داره میاد اینجا؟ حالا بهش چی بگی؟ نمیدونم والا، باید یه خالی دیگه ببندی. آره دیگه، من به دنیا اومدم که فقط چاخان سرهم کنم. کوفته البته کار دیگه یه بلدیست. زود باش داداش، تمومش کن فدات شم. آقا سفر خوب این، به نظر یکم تو فکری. کاروبار ما یکم سخته، این اواخرم یه سری مشکلات دارم. راستی شما مشغول چه کاری هستین؟ بورس و سهام و اینجور چیزا، کارای حوصله سربر دیگه. متوجه شدم. اوضاع تو کلینیک چطوره خداییش؟ هنوز نمیدونم، تازه شروع کردم. میدونی منم میخوام وقتی بزرگ شدم مثل تو دکتر بشم. نجات دادن جون آدمو باید خیلی لذت بخش باشه. چه خوب، حتما میشه. نمیدونم، خیلی سخته چون هنوز نمیتونم حتی برم مدرسه. صدا جون داری ناراحتم میکنی. یه روز کامل خوب میشی و تو هم مثل خاله عایشه گل یه دکتر موفق میشی. به به به، انشالله که بلا به دوره. تو رو خدا حلالم کن. حلالت کردم. تو هم آدم عجیبی هستی. اگه بگم زندگیمو نجات دادی دروغ نگفتم. عمو جون حساب ما چقدر شد؟ مهم نیست، شما که غریبه نیستین. دمت گرم عمو نظام عزیز. چرا نرفتی بیمارستان؟ پیش دامپزشک چی کار میکنی؟ قربان اجازه هست؟ البته. راستشو بخواین ما الان توی عملیات فوق سری هستیم، برای همینم نمیخواستیم تو بیمارستان ثبت بشه، اومدیم اینجا. از شما خواهش میکنم، شطور دیدی ندیدی؟ آره دیگه، اگه میرفتیم بیمارستان گزارش مزارش مینوشتن، اون وقت لو میرفتیم. باشه، ولی چرا اومدین اینجا؟ این آقا نظام ما به خاطر بخیه‌ای که میزنه تو دنیا معروفه. یعنی خدا به سر شاهده طوری میدوزه که هر سال از سالن‌های مد بهش پیشنهاد کار داده میشه. مگه نه آقا نظام جون؟ یعنی در این حد. پس که اینطور، بیا لااقل برسونمت. باشه. راستی مزنون رو لحظه به لحظه تعقیب کنین. هر لحظه ازتون گزارش میخوام. حواستون رو جمع. چشم قربان، شما نگران نباشید. یاد نره کوچولو. باشه، شب خوش. شبتون بخیر. خوش باشی. دست شما درد نکنه. شاکریم آقا نظام، دست درد نکنه. ببینیش تو رو خدا، ولش کنی فردا رو از من میره عملیات. بابا چی کارش داری؟ بذار خوش بگذرونه. چند دقیقه صبر کنیم بعد بریم. حالا عایشه گل دوست به سر داری؟ صدا جون، این چه سوالیه؟ هیچی ببخشی.
مجبور نیستین جواب بدین. نه بابا ایرادی نداره. آره داره. آدم خوششانسی. دوست دارم باشون آشنا بشم. حتما یه روز با هم دیگه آشناتون میکنه. خیلی خوشحال میشم. مطمئنم ازشون خوشم میاد. میشه یه لحظه بیان لطفا؟ حساب ما رو بیارین. چشم قربان. از اینکه دعوتمو رد نکردی خیلی ممنونم. خیلی بهم خوش گذشت. بهت قول میدم بازم بیای. میشه بگی چرا حیوانا رو اینقدر دوست داری؟ چون آدما رو خوب میشناسم. میدونی تو یه قلب از جنس طلا داری. تو این زمونه آدمایی مثل تو زیاد نیستن. ممنونم. بریم. ببخشید. گویی این همه جا مجلس قوقا برپاست. امروز همه جا پرشور و شوق و قوقاست. 23 آوریل مبارک باد بر همه. آفرین سینا جان، دیدی چه خوب حفظ کردی؟ آفرین عزیزم، بدون این که حتی یه لحظه مکس کنی خوندی. اینجا تو خونه میتونم بخونم، اما اونجا جلوی اون همه آدم چطوری بخونم؟ خیلی میترسم. نه ترس عزیزم، ترس نداره که. اصلا به جمعیت فکر نکن، فرض کن اصلا نیستن. نه نمیشه، ولش کن، نمیتونم انجام بدم. نمیشه سینا جان، یعنی چی که ولش کن؟ مطمئنم خیلی خوب همش رو میخونی. آره عزیزم، از پسش برمیای. بودو بریم دیگه، دیر شد. به بابام زنگ زدین، اونم میاد؟ معلومه که میاد. بودو دیگه دیر شد. وای آفری. اوز میخوای این دفعه از تو شروع کنیم؟ برامون بگو امروز چه احساسی داری؟ حال مزخرفی دارم. چرا؟ چون که عشقم میکشه اینطوری باشم. اوز تعریف میکنی چه داری شروع کردی؟ شروع کردم دیگه. نگران نباشین، کسی منو خراب نکرد. واسه تون نقشه یه مظلوم رو بازی نمیکنم. خودم خواستم مصرف رو شروع کنم. به انتخاب خودم. برامون یکم از خانوادت میگی؟ راستش به خانواده ما نمیشه گفت خانواده، ولی باشه. میدونم چی میخوایی ازم بپرسین. میخوایم بدونیم این بچگیمو چطوری گذرونده؟ باشه میگم. حس میکردم واسه شما مثل یه خمیربازی هم. چون همه بچه ها واسه همین وجود دارن دیگه. واسه اینکه آرزوهای ننه باباشون رو براورده کنن، نه چیز دیگه. به چشم اونا ما آدم نیستیم، اسباب بازیم. راست میگه. آره موافقم. آره نتونستن درس بخونن، پسرشون باید بخونه. چون فقیر بودن پسرشون باید سوار بهترین ماشینا بشه. مادره که دیگه خیلی افتضاحه. تنها هدفشون اینه باهات پوز بدن. بعد موفق بشی که بتونه بگه میدونی عزیزم پسر من امسال تو مدرسهشون شاگرد اول شده. آره با وجود همه اون فشارا هر چقدرم جون بکنی بازم احساس رضایت نمی کنن. با ناامیدی نگات میکنن. به آرزوهای نرسیدهشون فکر میکنن. حتی با تمام وجود ازت متنفر میشن. دلشون کنی به خاطرش سرت دادم میزنن. آخه چرا تلفن‌های منو جواب ندادی رئیس؟ چم مونده بود اون دختر بچه رو بکشه. بابا من کاروبار دارم. مگه نگفتی یه اکیپ میفرستی؟ پس چی شد؟ فرستادم ولی کسی اونجا نبود. عجب. ببین به من دروغ نگو رئیس. من یعنی رئیست به دروغ بگم؟ واقعا داری همچین تهمتی میزنی؟ واقعا که پویراست. هیچ وقت نمیگی نه؟ این حرف رو ول کن. بهم بگو اینم تو باز چجوری مثل سوپرمن را رسیدی و درستش کردی ها؟ میخوای برات یه لباس بدوزیم و رو سینه‌شم یه آرم بزرگ پی بزنیم؟ تازه برات شنلم میدوزیم بال بزنی. خودم برات یه لباس توپ و خوشگل میدوزم، نگران نباش. بگو ببینم بهره چطوره. خوبه، سلام میرسونه، مشکلی نداریم. کار درسته دیگه. آفرین، دفعه قبل عایشه گلم وارد بازی کردیم، ولی خوب میدونی که از بالا رو من فشاره. اون وقت بروی مبارک خودت هم نمیاری.
به جون خودت چیزی نمونده، فقط یکم صبر داشته باش، به زودی تیر آخر رو میزنم، اون وقت هرچی ماجرای قدیمی و جدید هست همشون با هم رو میشه. ماجرای قدیمی دیگه چیه؟ اون قضیه رشوه مشوه رو میگی؟ ببینیم چی میشه رئیس. فعلا تا بعد. عجب، خدا میدونه این پایراز باز داره چه غلطایی میکنه.